كدنيات وي د کعبه د جوړولو کدنيات وي د کعبه د جوړولو د بيوسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده د رحمان بابا ډیر خولي کلام باندې به د روجماتي نننې خبرونه پیل کړو ګران لیدونکو هیله مندم چې روغ او رماټو سي او د روژې مبارک میاشت شپې او ورځې په تاسو باندې په خیر او خوشحالي سره تیر سي تاسو ټول ته خراغلاس وایم د روجماتي خبرونه ته ز مجیب عارض او زما ګران همکار هدیه همدرد له تاسو سره یو ما هم سلام تقدیم میکنم برای تمام دوستان خوب ما که برنامه افطاری را تماشا میکنین. آرزو میکنم که جور و صحتمند باشین و متاسفانه که روزهای ماه مبارک رمضان همه ما و شما با درد و غم هموطنان ما سپری میکنیم و آرزو میکنم که دیگه تکرار نشه و تمام طفلایی را که من امروز دیدم و صدایشان شنیدم که در شهر بودن، جوانان و جوانا بزرگا، همشان فقط میگفتن که ما میخواهیم صلح و امنیت باشه در افغانستان و من فکر میکنم که بزرگترین آرزوی همه ما و شما همی است و آرزو میکنم که خداوند پاک به برکت ماه مبارک رمضان این آرزوی ما و شما را به حقیقت بپیونده و از تمامتان خواهش میکنم که در این افطار دعا بکنین که دعای هموطنان ما قبول شوند. کاملا هدی جان، با امید صلح و امنیت سرتاسری در کشور و بدون شک آبادی، پیشرفت و ترقی وطن بدون اتحاد و همبستگی و همدلی ما و شما ممکن نیست که ایره همیشه باید فراموش نکنیم. دوستا آرزو میکنم تا ختم برنامه با ما همراه باشین و با ما افطاری خوب و خوش داشته باشین. میریم سراغ همکار بسیار خوب ما آقای محمد اصغر وکیلی پوپلزای و ببینیم که در نخستین بخش برنامه چی موضوعات را برای ما شما در نظر گرفتند. تشکر د خپل همکارانو څخه مننه کوم. د ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دکتور ولیزار جهانتاب زموږ میلمه دی، تاسو خره غلاست وایم جناب استاد. تشکر، موفق سګي، خوشاله سګي، سلامات سګي. سلامات اوسې. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، روژه مبارک میاشت د قران عظیم شان د نزول میاشت ده. نو مهرباني وکړئ جناب استاد د تلاوت په فضیلت باندې خبرې وکړي چې قرآن عظیم شان تلاوت څومره فضیلت لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخته هغه شهیدان چې څو ورځې مخته درې ورځې مخته د کابل په ناوړې وحشي حمله کې په شهادت ورسېدل، خداوند متعال دوی ته جنت فردوس نصیب کړي، او هغه چې مریضان دي، زخمیان دي، خداوند متعال دوی ته صحت نصیب کړي. او درود وایم هغه قهرمانانو ته چې نن د دغه وحشي عمل په مقابل کې دوی مظاهره وکړه او ځینې شهیدان شول. قرآن کریم د خداوند متعال اخرنی کتاب ده، هغه کتاب چې خداوند متعال په درویشت کلونو کې په پیغمبر صلی الله علیه و سلم باندې نازل کړ، دیار لس کاله یې په مکه کې او دو لس کاله یې په مدینه منوره کې. د ډېر عظیم کتاب ده، حتی دغه باره کې ځینې آیتونه راغلي دي چې اسمانونه ځمکه نشي کولی چې د قرآن تحمل وکړي. دغه انسان و چې دغه ته چمتو شو چې دغه تحمل وکړي، دغه قبول کړي. همدا یې لده چې هر کله بکم آیات د جبرایل امین په واسطه باندې براته، اویا زره ملایکه به د هغې بدرخه کوله، ځینه ملایکه به مخته به و، ځینه ملایکه به شاته و، او ځینه به لاندې پرواز کوه، ځینه به پاس پرواز کوه، تر هغې چې دغه آیتونه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسېدل. خداوند متعال په قرآن شریف کې د تلاوت په فضیلت کې وایي ورتل القرآن ترتیلا. دلته امر راغلی دی ورتل القرآن، یعنی ته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن تلاوت کا، داسې تلاوت چې هغه واضح تلاوت وي، په تجوید باندې وي، دغه حروفونه ښه صحیح ښکلي ادا شي. پیغمبر صلی الله علیه و سلام په ډیر زیاتو احادیثو کې د قرآن شریف د تلاوت مبارکه فضیلتونه بیان کړی دي. وایي چې نه تنها یوه کلمه یې دغه ثواب لري، بلکې په یوه کلمه کې چهار څومره حروفونه دي دغه ثواب لري. بل حدیث شریف کې راځي چې هغه قاری د قرآن، هغه څوک چې قرآن تلاوت کوي، هر کله چې دی وفات کیږي نو یې د حشر به د انبیاو سره کیږي. بل حدیث شریف کې راځي چې
د قران نکریم حافظ هغه څوک چې قران شریف حفظ کړی ده زمکه به د سینه نه خورې کوي بلکې زمکه به د سینه سلامه ساتي. او پیغمبر صلی الله علیه و سلام به هر کله به چې یو نفر ته به خو وظیفه به ورکوله یو خو مقام به ورکوه د دنه به پښتنه کول چې تاسو مر قران شریف زده کړی دی څومره آیتونه تاسو زده کړی دی هغه چې به چې ډیر زیات قران شریف حفظ کړی وو نو یو ته به خو مقام ورکوه اې زده پر چې د بکول شول چې د مسلمانانو لپاره د خلکو لپاره خدمت وکي. همدارنګ ډیر زیات احادیث د آیات د قران شریف آیاتونه د قران شریف د تلاوت په فضیلت کې راغلي دي چې شمیر ډیر زیات دقیقا جناب وسط واقعا شما چې زایره کې فرمودین و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث برای حافظ قران و قاری قران وعده کرده حقا که ان شاء الله برشان میرسه و ای فضیلت بالای هست. خوب است که بیننده های عزیز ما هم امروز تصمیم بگیرند که در این ماه مبارک رمضان چون ماه نزول قرآن هست سوره های خاصی از قرآن را حفظ بکنند و یک چیزی در محفوظات خود بیفزایند. میشه جناب استاد در رابطه با آداب تلاوت هم صحبت داشته باشند که وقتی که یک قاری میخواهد تلاوت بکنه قرآن را چه آداب را باید رعایت بکنه؟ در اسلام هر عبادت از خود آداب ویژه و خاصی داره. قرآن کریم طوری که ما گفتم که تلاوت قرآن کریم واجب است و رتل القرآن ترتیلا و این کلام عادی نیست، این کلام خداوند متعال است. وقتی کلام خداوند متعال انسان تلاوت میکنه باید دارای خصوصیات و ویژگی های خاصی باشه. اول میخوایم یک غلطی را اصلاح کنم. بسیاری از برادران میگویند که قرآن خواندی یا نخواندی. کلمه خواندن نباید به خاطر قرآن ذکر شود. ما باید بگویم که قرآن تلاوت کردی و یا تلاوت نکردی. کلمه تلاوت از خاطر کلمه تلاوت کلمه است که از خواندن کتابای دیگه قرآن کریم چی میکنه؟ تفکیک میکنه، متفاوت بسازه. علما و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام ادب خاصی به خاطر تلاوت قرآن ذکر گردیدم. ادب اول ایست که باید با وضو انسان قرآن شریف تلاوت کنم. ادب دوم ایست که قبل از اینکه قرآن تلاوت کنه باید لباسش و اگر بتونه که عطر استعمال کنه دهنش با مسواک یا با برسی که امروز ما شما استفاده میکنیم اگر پاک باشه خیلی خوب است. از خاطر که در حدیث مبارک میاد که وقتی که کسی قرآن شریف تلاوت میکنه فرشته میاد او مجلس چی میشه؟ حاضر میشه. پس باید دو جایش هم پاک باشه، خودش هم پاک باشه و بدنش هم پاک باشه. ادب سوم ایست که وقتی که قرآن شریف تلاوت میکنه باید خیلی خضوع و خشوع او باشه، خیلی انکسار او باشه. از او خاطر در بعضی احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه که وقتی که صحابی ها قرآن شریف را تلاوت میکردن میگه بندزی خضوع و خشوع در اینا میامدن که یک پرنده وقتی که پرواز میکرد فکر میکرد کدام شخصی درخت است. میگه قریب بود که پرنده سرشنه یه شوه بشینه. از او خاطر ما خیلی مخالف شدید بعضی از حفاظ قرآن هستم که وقتی قرآن تلاوت میکنه در بعضی از کلمات میرسه یک دفعه یک چیغ میزنه. و یک چیز است که بسیاری از علمای را مکروه دانسته. ما تعجب میکنم چرا او سازایی که نرا وقتی که قرآن شریف برشان درس میتا یه ادب برشان نشانه تا. پس باید ادب چی باشه؟ رعایت شوه. و در این وقت توری که ما در شروع گپای خود گفتم تلاوت قرآن شریف باید با الفاظ خیلی واضح باشه، با آواز خوبی باشه، از خاطر که خواندن قرآن سنت است ولی با درست تلفظ کردن واجب است و رتل القرآن ترتیلا. بیننده های عزیز حال وقفه داریم و بعد از وقفه با همکارای خوبم در بخش مساعدت و همکاری با ما باشید. دوباره خوش آمدین به برنامه افطاری. دوستایی که بیننده تلویزیون لمر هستین و همچنان دوستای عزیز ما که بیننده تلویزیون طلوع هستین، تشکر از همراهی همتان. رسیدیم به بخش مساعدت و همدردی که در این بخش آقای محمد آصف مهمند وکیل شورای ولایتی بلخ را با خود داریم که اینا خوشبختانه سر وقت آمدن و در کار نیک و ثواب اینا هم شامل شدن در برنامه ما. وکیل صاحب شما را خوش آمدید میگیم، وقتتان بخیر. تشکر. اجازه بدید کسایی که روز چهارشنبه و روز پنج امروز
برادرای ما که شهید شده خداوند شهادتشان مبارک بگیم، کسایی که زخمی شده خداوند به آنها شفا عاجل بده. و این برنامه‌تون بسیار یک برنامه خوب است و مردم متوجه شود کمک ها کنند بسیار زیاد ثواب زیاد میگیرند. و این ماه مبارک رمضان است. زنده باشین. در شروع میخواییم که از بلخ قصه کنین، از در روزای ماه مبارک رمضان، از حال و احوای مردم ما، هموطنان عزیز ما و همچنان شهر مزار شریف چگونه میباشه در ماه مبارک رمضان؟ مزار شریف از قاط 34 ولایت یک ولایت آرام است و مردمش مردمی میماندار است. و ماه مبارک رمضان مردم روز افطاری به روزی شریف مردم میاد تقریبا 2000 تاجرای ما هستن کمک میکنه به روز افطاری. و مردم مزار شریف بسیار مردم میماندار است و ماه مبارک رمضان همیشه هر کس به خانه خود یک میمان داشته باشد. وکیل صاحب محترم، همیشه ما شنیدیم که مزار شریف شهر پکه و پوستین است. این روزا هوا اونجا چطور است؟ نیاز به پکه است یا به پوستین است؟ هوا بسیار گرم است. بسیار گرم است. و این جوزا گرم است، سرطان هوا خوب می باشه. بسیار عالی است. پس اجر و ثواب مردم عزیز ما در شهر مزار شریف و بلخ بیشتر است که در این هوای گرم روزه می گیرند و روزه دار هستند. بله. و وکیل صاحب، امروز شما تغییر ایجاد میکنین در بخش مساعدت و همدردی برای یکی از هموطنان عزیز ما که امروز مهمان ما هستن. یک خانم هستن که اونا هم برای اولادشان پدر هستن و هم مادر. شوهرشان 6 سال میشه که فوت شده و 5 اولاد دارن. بیشتر قصهش میریم میبینیم در یکی از زندگیش بیشتر آگاه شویم و بعدا خودشان دعوت میکنیم. من که هستم مادر 5 طفل هستم. 3 بچه‌گک دارم، 2 دختر دارم. در نوآباد دیمزنگ زندگی میکنم. یعنی 6 سال شده از شوهر من خدا بخشه که فوت کرده. در این ماه مبارک رمضان بود که فوت کرده. مدت 3 سال میشه که در مکتب کار میکنم. مشکلات ما دیگه بسیار بدرکم زیاد است. غیر از خداوند حل کنه دیگه هیچ کس حل کرده نمیتونه. من خودم از این زیادتر بیشتر کارم کرده نمیتونم. مریض هستم بیادر جان، بسیار زیاد تکلیف دارم. من اگر میتونستم زیاد کار میکردم. به خاطر همی اولادگای من، همی جانم خودم که فدای از اینا کنم کم است. ما نمی پیسی که شما مثلا کمک میکنین خداوند که تو هم کمک کنه، در یاد خداوند باشین. من نمی پیسی رو میگیرم به خاطر همی 5 طفل. من این امیار یا نان میگیرم یا ایست که خرج به خانه خود میگیرم یا یک چیز میگیرم که به اینا به وضع اقتصادشان به خاطر مکتبشان برسم. این امی کار میکنم دیگه، کار دیگه من چیز دیگه ندارم. من مطفوان است. من میخواهم در آینده یک انجینیر شوم و پیسه داشته باشم که فامیل من کمک کنم و خواهرای من بتانم بخششان این چیز کدم و دیگه مادر من نمانم کار کنه، باید خودم کار کنم. آقای مومند، و ای هم قصه زندگی یکی از مادران قهرمان سرزمین ما که بر خانواده و اولادایش هم پدر است و هم مادر است. و چون این مادران شاید تعدادشان زیاد باشد در کشور ما که واقعا تلاش میکنن بخاطر اولادهایشان، زحمت ها و مشکلات متحمل میشن، شما چه فکر میکنین؟ آیا مادران واقعا امتی یک زندگی برشان میخوانه که یک مادر چونی زندگی داشته باشه؟ نه خیلی. این بدبختانه با زن افغان، مادر افغان، بدبختانه افغانستان ما امتی یک رواج است که رئی جمهور ما یا رئیس اجرای ما اینا به جنجال خود است و بعضی وزیر سایباس، والی سایباس که یک روزه عواید شخصی خوده اینه به تو خانه کمک کند، 10 خانه آباد میشه. کسی نمیکنه به خاطر کمپاین خود، به خاطر فایده سیاسی خود میلیون ها دلار مصرف میکنه که به چوکی خود قدرت بگیره. بدبختانه این کمک خود نیست، تمام این بیچاره است. به دیگه ولایت هم اینه به تو مشکلات است. آیا شما امروز حاضر هستین آقای مومند که چیزی کمک بکنین به این مادر؟ بله، چرا نه.
چیزی که واسه توانم کمک میکنم. بله کمک کمک است. خدا کنه که هر قدری که باشه مقدار کم و زیاد نداره، ولی همی حسی که هموطنان ما دارن خدا رو شکر که در وجودشان زنده است و هنوز هم تلاش میکنن تا برای هموطن خود کمک بکنن. و امی لازمه میخوایم که این خانم با خود داشته باشیم در استدیو تا ای که بیشتر از قصه ایشان خبر شویم. بفرمایید خانم عزیزه. خانم عزیزه خیلی خوش آمدید. با بچه‌کشان سلام 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 خوش آمدید. خسته نباشین. خسته نباشین. کاملا نام فرزندتون چی است خانم عزیزه؟ طوفان جان. چی است؟ طوفان جان. طوفان جان. طوفان جان. طوفان جان سلام. خوب هستین؟ صنف چند هستی؟ صنف پنج. ماشاءالله. بچه لایق. انشاءالله که طوفان بخیر انجینر میشه. خانم عزیز اگر بر ما بگوین که گفتین 6 سال پیش شوهرتان وفات کرده، شوهر شما چگونه وفات کرده؟ آیا در کدام حادثه و یا ای که بیمار بودن؟ مریض بودن. مریض بودن. اما یک دفعه تکلیف برش پیدا شد دیگه با مرگ خودشان خدا باشه شهید شد. فوت کرد. روحشان شاد باشه، برشان دعا میکنیم و خداوند شما را بیشتر قدرت و توان بده که زیادتر کار کنین و اولادایتان به آرزوهایشان برسانین. با این پولی که از کارگری در مکتب به دست میارین میتونین مشکلات زندگیتان را حل کنین؟ چی کنیم دیگه؟ همشه مجبور هستیم دیگه. اون کرای خانه داریم، مثلا کرای برق داریم، نمیدونم خدا 5 تا طفل هست دیگه. بله اگر بتانیم ما مجبور هستیم، توکل ما به خدا. اگر نتانیم ما مجبور هستیم. آیا تنها ناور خانه شما هستین یا کس دیگه هم هست؟ نه خیر نه خیر، غیر از خداوند خودم دیگه هیچ کسی نیست. من خودم دارم مکتب کار میکنم. خانم عزیزه در کنار ما و شما امروز در بخش مساعدت و همدردی مهمان ما آقای محمد آصف مومند وکیل شورای ولایتی بلخ هستند و کسی که امروز قرار است که با شما مساعدت بکنند. و باید براتون بگویم که از طرف برنامه هم مبلغ 5000 افغانی به شما داده میشه و ببینیم که چه مقدار پول را آقای مومند به این پول اضافه میکنه. تشکر بخیر باشین. خداوند نشد با شما شود. خوش داشته باشیتان، روی اولادتان زنده باشین. شما که در فکر ما هستین، خداوند در فکرتان باشه. بسیار زیاد تشکر. خداوند اجرش را برتان نصیب کنه. سلام باشین. آقای مومند چی فکر کردین و چی مقدار پول را در نظر گرفتین برای خانم عزیزه؟ مادر که هم مادر است، برای اولادهایش هم پدر است و کارگر مکتب است. چند پنج تا طفل داریم مادر جان؟ به یک اولی خودتون است؟ نه خیر نه، کرایه نشین هستم. بله. خب این بچه تو هم درس بخونه؟ بله. بیا بچه تو دیگه تو اولاد مکتب. بله آخر دریزه است دیگه همگیش. کلان ترین اولاد چند ساله؟ دخترکم است. دخترکتون است؟ بله دخترم است. باز یک بچه یکم است. یک سیومی است دیگه. سیومی تون است؟ بله. یک 12 ساله است، بچه یک دیگه 13 ساله. بسیار مشکل است راستی هم. واقعا یادم تا من مادر جان انشالله مکت کمک میکنم. خداوند کمک کنه و این کمک کردن به پرده تلویزیون راستی هم کار خوبم نیست. باز یک برنامه طلوع جو کرده تشکیدت فرو میکنیم. فقط بخاطر از این که امی فرهنگ رایت شوه و زیادتر مثلا ما کوشش کنن که بخاری زار افغانی چی مقدار شما علاوه میکنین آقای مومند؟ خب او اضافه میکنم زیادتر و یک کمک دیگه مادر جان که تان میکنم دایم هر ماه ما که پوله شد دفتر ما بیاین ماهانه 5000 روپه از طرف ما ماچ خدا میشه 5000 به شما کمک میکنم. دایم هر ماه که پوله شد سی راز بین دفتر تلفن خدا میدم کمکتون. و امروز آقای مومند؟ امروز کمک میکنم به چیز ماچ خدا 50% ماچ خدا به شما کمک میکنم. 20% ماچ من میشه 20000 روپه 20000 افغانی به شما کمک هم میکنم. دیگر وقت کدام روز مریضی پیدا میشه آزادانه میتونید تویفون بین کنید. بسیار عالی است. میز یک برادرتان من به خدمتتون هستم. تشکر میکنیم از آقای محمد آصف مومند وکیل شورای ولایتی بلخ که مبلغ 5000 افغانی با خانم عزیزه کارگر مکتب و مادر که
مسئولیت اولادا و خانواده خود دارن کمک کردند با 5000 افغانی از طرف برنامه 20000 افغانی 20000 افغانی ماش خود کمک کردند 20000 افغانی جمع 5000 افغانی میشه 25000 هر ماه 5000 کش کمک و هر ماه هم 5000 افغانی به خاطر کودکشان به خاطر بچه‌تون درس بخونه ماهوار خداوند امرتون کمک کنه. سلامت باشین دوستا، یک وقفه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشین. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله الخافض الرافع المعز المدير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبتي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هر کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند، مثل این است که در ماه‌های دیگر تمام قرآن را بخواند.
را دوباره خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه افطاری. قاری صاحب احمد سیار جمالی با ما هستن و نعت زیبایی را آماده کردن، با هم یک جا میشنویم. الهی این بلای خانمان سوز، در این کشور که رویا ورده امروز، بلای نفاق و کینت سوزیست، بلای جنگ و قتل و خون ریزیست. آیز سرایی که از تنها جدا شد، زمین ما چو ملک کربلا شد. بر جا بیرق در اعتزاز است، نشانی تربت یک سر و ناز است. زیر موزون قدی که زیر خاک است، هنا بندش به مادر عشق پاک است. چی زنایی که از شوهر جدا شد، با توفانی مصیبت مبتلا شد. در آغوشش بود طفل یتیمی، که می باشد برو رنجی عظیمی. اگر طفل است یا برنا و پیر است، اما در بیت و لحظانش اسیر است. بر اگر کودکی آواره بینی، گریبان تا بدا من باره بینی. تجسسگر کنی طفل یتیم است، تجسسگر کنی طفل یتیم است. پدر شد کشته و قلبش دو نیم است، با گوش از هر طرف صد ناله آید. سرشک از دیده ها چون ژاله آید، یکی گوید که فرزند جوانم، فراقت ساخت بی تاب و توانم. یکی گوید که من در بی نوایی، امید و آرزوهایم کجایی. یکی موی سفید افگنده بر خاک، زمین از اشک و گردیده نمناک. یکی بر روی خود سلی زنان است، که بی و زندگی بر من چسان است. دیگر می گوید ای جان برادر، دیگر می گوید ای جان برادر، به خاکم کرده ای والا برابر. بیا بشنو کنون از مادر پیر، که می گوید بیا دستی مرا گیر. مرا نور دو چشمانم رها کرد، حقوق مادری را خود وجا کرد. کجایی در کجا جانان مادر، بیا بشنو دمی افغان مادر. خداوندا بگردان این بلا را، زیافت ها نگهداری تو ما را. خداوندا به ملک و ملت افغان تو مرحمت فرما، به حق روی جوانان و عشق پیر زنان. هزاران درود و هزاران و سلام زما بر جناب محمد علیه الصلاة و السلام. شکار بسیار زیاد قاری صاحب، واقعا که امروز اینات شما به می حوادث المناک و اسفناک ای دو روز می خوانه، خداوند دیگه این حالت از کشور ما دور بسازه. حال وقفه داریم و دوباره برمی گردیم، با ما باشیم. شما را به ادامه برنامه افطاری خوش آمدید میگیم. مهمان خیلی عزیزی با ما هستند، دکتر ولیزار جهانتاب، استاد پوهنتون، نویسنده و محقق. سلام جناب استاد، شما را دوباره خوش آمدید میگم. موفق باشین، خوش باشین، تشکر. میشه جناب استاد در رابطه با تحصیلات و دروس بگوین برای ما که در کجا آغاز کردین، با کجا ختم کردین در ساره، در کدام رشته درس خواندین؟ بسیار خوب،
تشکر از شما و تلویزیون طلوی وزین بین المللی همکارایتان و درود به شهدای روز چهارشنبه و شهدای امروز. تولد ما در کندوز صورت گرفته، تصنف ده را در لیسه شیرخان کندوز، 11 و 12 لیسه سی جمال الدین، دوره لیسانس و مستری و انفل پانتون بین المللی اسلام آباد و دوره دکترا پانتون علامه اقبال اسلام آباد. بسیار عالی. بیشتر جناب استاد در کدام رشته دکترا و ماستری تان و لیسانس تان در یک رشته است یعنی فرق داره؟ نه، دوره لیسانس ماستری و دکترا در شریعت و قانون است. خب بسیار. بله، از خاطری که در اسلام آباد در پانتون های پیشرفته کسی که در دوره لیسانس در تخصصی که در دوره لیسانس گرفته باشه میتونه در او تخصص دوره مستری خود مکمل کنه و در این وقت دوره دکترا را میتونه هم در او تخصص مکمل کنه. برشان اجازه نیست که در تخصص دیگه دکترا بگیره. پس تخصص ما شریعه و قانون بود در دوره لیسانس، مستری و دکترا. خب بسیار عالی. استاد در رابطه با آثار علمی میشه که صحبت بکنین که تا فعلا چند اثر علمی دارین؟ بله. و چقدرش چاپ شده چقدر چاپ نشده تا باره؟ طبعا وقتی که ما در پانتون اسلام آباد رفتیم در صد روز کلگی با زبان عربی و انگلیسی بود. ما 13 سال در اول در پانتون اسلام آباد تدریس کردم و از 10 سال میشه که در بانک مرکزی مشاور بانک مرکزی هستم و در این وقت در پانتون های دعوت خصوصی دعوت افغان قلم خانه نور پیام طور کل پانتون های خصوصی بله تدریس میکنم. اثر اولی که ما نوشته کردم یک موضوعی است که خیلی موضوع مشکل و در این وقت موضوع بحث انگیز، مسئله جن، الجن في القرآن والسنة، يعني جن درشنية قرآن وسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم. البته يك مسألة است که زمانه های قدیم به طرف مسألة بحث انگیز بود، بخاطر اینکه مسألة را ما به شکل علمی مورد تحقیق و پژوهش خوش قرار داده باشم، بحث طور انتخاب کردم که باید ای در قرآن و سنت پیغمبر احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشم. چرا در این مورد قصه ها و اساطیر عجیب و غریب نقل شده که احیانا عقل او را قبول کرده نمیتونم و در مسائل غیبی در شریعت اسلامی ما مقید به این هستیم که چیزی که در قرآن و سنت باشه او را قبول کنیم، در غیر از اون مسائل عقاید غیر از قرآن و سنت جنبه قبولی نداره. وقتی که غیر از قرآن و سنت باشه این به اسلام مورد قبول و پذیرش شریعت اسلامی قرار نمیگیره. از او خاطر تحقیق ما در این کتابی که خوشبختانه در بیروت چاپ شد و فعلا این کتاب در کشورهای جهان به دسترس است، میتونین این کتاب در سعودی، دولت های خلیج، پاکستان، اردن و حتی امریکا و ممالک غربی در کتابخانه مورد دستیاب است. موضوع چون در قرآن بود آیات هایی که در برای جن بحث میکنم می را جمع کردم، اونا را تفسیر کردم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در برای جن است تا ای که ای کتاب شکل علمی را به خود بگیره که هیچ کس در ای اختلاف کرده نتانه. چرا مسائلی که در قرآن و سنت به شکل واضح آماده باشه او مجال نیست که در او اختلاف صورت بگیره. جناب استاد شما چون اثرتان هم در مورد الجن فی القرآن و سنت هست و دقیقا چیزایی را که نوشته کردین از قرآن و سنت هست. بله. امروز در جامعه ما یک دیدگاهی وجود داره که جنیات گویا غیب را میدانند و احوال از غیب برای ما آورده میتونن. حتی بعضی کسا هستن پیش بعضی کسا میرن که اونا تعویضات و اینا می نویسن باز از حالات غیبی برشان احوال میتونن. باز وقتی که پرسان میشه میگن که جنیات هست و با جنیات همکاری داریم اونا برای ما احوال میرسونه. میشه که از زبان شما بشنویم که آیا این واقعیت هست یا نیست؟ آیا جنیات غیب را میدانن نمیدانن؟ سوال خیلی خوب و زیبا. البته یکی از مباحث کتاب هم وقتی که شما ایره ورق بزنین ایز که جنیات بعضی چیزها را کرده میتونه و بعضی چیزها را کرده نمیتونه. او چیزی را که کرده نمیتونه او مسائل غیب است. ما میتونیم غیب را به سه حصه تقسیم کنیم: غیب ماضی،
غیب حاضر و غیب مستقبل. جنیات میتونه چون عمرای اونها طوری که در بعضی از آثار میایه که تقریبا 3000 سال طول میکشه، 2500 سال طول میکشه، میتونه بعضی چیزهایی که در زمانهای قدیم واقع شده او را بفهمه، یا خودشان مثلا او را دیده و یا از یک دیگه خود شنیده. بله بله. و چیزی که فعلا واقع میشه، مثلا در امریکا یک واقعه رخ میده، ما زو خبر نداریم، وقتی که جنیات مثلا او را میگه چون اونا خیلی سریع حرکت میکنه. چرا نص قرآن هم دلالت به این میکنه که عفریتی که برای سلیمان علیه السلام گفت که ما تخت بلقیس میارم، مسافه بین بیت المقدس و یمن تقریبا در حدود 3000 کیلومتر است. و قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یعنی در ظرف نیم دقیقه مسافه 3000 کیلومتر طی کردن خیلی کار خارق العاده است. پس اینا هم میتونه که چیزی که در زمان فعلی واقع شده باشه او را هم بدانه. شاید او از شما مخفی باشه. بله بله. ولی اونا میدانه. خود چون ولی غیب که واقع شده هست. بالکل. در ماضی و در حاضر. ولی غیب مستقبل اونها نمیدانه. از خاطری که دلیل قرآنی است که سلیمان علیه السلام سر عصای خود متکی بود، تکیه کرده بود و جنیات برای او کار میکرد. او وفات کرده بود ولی باز هم جنیات چی میکرد؟ کار میکرد. از او خاطر وقتی که موریانات عصای او را میخوره و میفته، جنیان میگفتن که اگر ما میفهمیدیم که او وفات کرده، اینقدر به خود مشقت نمیدادیم. پس اونها غیب مستقبل نمیدادن. امروز جناب استاد، بعضی کسا اگر گم میشن از فامیلا هستن مفقود الاثر میشن، و بعضی کسا میرن میگن که ما میریم پیش فلان کسی که او با جنیات ارتباط داره و بر ما احوال میتونه داده که آیا این شخص فوت کرده یا زنده است یا از اسیر است، کجا هست، چطور هست، این عقیده چطور هست، آیا این واقعیت هست جنیات میتونه از عهده ای کار برآمده هستند؟ بازم فرموده را که ما در شروع گپای خود واضح کردم که غیب بر سه قسم است: غیب ماضی، غیب حاضر و غیب مستقبل. این نفری که مثلا یا وفات کرده یا چیز دزدی شده، چون غیب مستقبل نیست، بله ما میتونیم بگوییم که جنیات شاید ایره بفهمه، ولی 99% در اینجا مسائل فریب، چل و نیرنگ داخل شده، ما نمیتونیم تشخیص کرده که آیا این نفر در کپای خود صادق است یا غیر صادق است، ولی جنیات میتونه که این چیزها را، اما قدرت را که خداوند متعال برشان داده، او را میتونه که ایره بفهمه. ولی ای که این نفر آیا حقیقتا با جنیات ارتباط داره نداره، مسئله ای است که 99% تقریبا فریب و شکل جعلی را داره، ما نمیتونیم سر او اعتبار کنیم و اعتماد کنیم. دقیقا نمی قسم که الله متعال جل و علا شانه می فرمایه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها و جنیات را نیافریدیم مگر به خاطر عبادت. در بین جنیات هم وجود داره موجوداتی مثل کافر و منافق و مفسد. بعضی اوقات میشن که کسایشان باشه که اونا منافق باشن یا کافر باشن، خلاف واقعیت برسانن یا مشکلات دیگری. تشکر جناب استاد از اینکه به برنامه تشریف آوردین، از صحبت‌ها استفاده کردیم. بیننده های عزیز، ای بود برنامه افطاری امشب ما که خدمت شما سروران تقدیم کردیم. تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار. برای هر چیز زکات است، با زکات بدنها روزه است. رمضان ماه است که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم است.